أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأرزين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یا آقایی میامد اینجا تو همین جلسه، مثلا شاید حدود یک سال خورده ایم آمد و خودم رفت و دیگران، یعنی تکرار شده. خب که چی؟ چرا؟ اوائل مثلا قطعاً یه حرفای تازه میشنیده، براش مثلا خوب بوده، مثلا لذت می برده، مثلا هضم کرده، بعدم خب یواش یواش حرفا میشه عادی و بعدم دیگه احساس احتیاج نمی کنه و بعدم نمیاد. عرض اینه، این عرایض برای عمل، حرفاییست که به عمل مربوطه. این یه سلسله معارف، البته گفته می شود، اما یه سلسله معارفی که مثلا اول الف بعد بس بعد، مثلا اینجوری نیست که آدم خوب می بینم که من مدتی مثلا معارف الف رو یاد گرفتم، بعد معارف ب رو یاد گرفتم، مثلا حالا بعد حسنم می کشه یا نمی کشه، در اصل یه سلسله معارف دارم می شنوم و بعدم مناسبت دارد دهمین جلسه، بیستمین جلسه، صدومین جلسه هم بیام. اما اگر بحث مربوط هست به عمل، اگه شما عمل کردی، عمل داری میکنی، این عرایض معید شماست، کمک میکنه به شما و خستگی رو از شما میگیره، بی‌حوصلگی رو از شما میگیره، بعد آدم میتواند عملش رو ادامه بدهد، حوصلش سر نمیره از این حرف. و اگر عمل نمیکنه، یه حرفی من میشنویم، بازم همیشه همون جور که قبلا زندگی میکردیم حالا همون جور زندگی میکنیم، خب این چیزی نمیشه. بعد از یه مدتی خیلی خیلی هم طول نخواهد کشید، شاید حالا اون یه سالم طول کشیده، مثلا یه مقداری مقاومت کرده. قاعدش این است که آدم بعد از یه مدتی حوصله‌اش سر میره میره. همیشه در مباحث مواعظ، این بحثایی که موعظه‌ای و اخلاقیه، اگر در زمینه عمل گفته می شود به گوش می رسد، خب این خوبه. اما اگر آدم نه، این یه کسی داره کار می کنه، شبان روز داره کار می کنه، تأیید می خواد، یه بارکلا می خواد، مثلا تشویق می خواد، این حرف ها می شه تشویق. اما کسی عمل نمی کنه، به سرعت آدم حوصله‌اش سر میره میره. اصلا یه چیز فرمودن که آدم حرف بشنوه، حرف زیاد بشنوه، حرف زیاد بشنوه یعنی چی؟ یعنی من زیاد عمل نمی کنم، اما حرف زیادتر از اون مقدار است که من عمل می کنم. اگه حرف زیادتر از مقدار است که من عمل می کنم، قصاوت میاره. اما که اون حوصله‌اش سر میره، حرف خدا پیغمبره، چرا حوصله‌ات سر میره؟ اون قصاوتی است که آمده، آدم میره راحت میشه دیگه. یه حدیث بود مکرر، اینو براتون عرض کرده بودم، حالا بازم میخوام عرض کنم ببینیم چه میشه. دو تا روایت در کتاب کافی آمده است، مضمونش نزدیک به همه. اینا رو اولیش که من عرض میکنم، فرمودن ان الله خلق قلوب المؤمنین مبهمتن علی الایمان. خدای تبارک و تعالی خلق کرده است
قلب‌های مؤمنان را با ایمانی مبهم. ایمانی مبهم یعنی چی؟ ایمان اگر واضح باشه، مبهم نباشه چی کار میکنه؟ این الان مبهمه، اون کارایی رو که در ایمان واضح و آشکار و روشن غیر مبهم آدم نتیجه میگیره اینجا نمیگیره. مثلا قرآن دارد که و من یؤمن بالله یهد قلبه، اگر کسی ایمان داشته باشد، یعنی ایمان واقعی، اگر کسی ایمان داشته باشد که ایمان واقعیه، این قلبش هدایت می کند. یهد قلبه، قلبش کار هدایتی ازش می آید. یعنی شما می در این مجلس قلبت میگه نه نه، یا اینجا میری، بیا اینجا، میای، قلب هدایت میکنه. نه نون تافتون بخورم یا نون سنگک ها، نه، زندگی ایمانی مرا نشان میده. مثلا تو این مسجد من برم نماز بخونم، اینجا مسجد نمازشون بهتره، یا اون مسجد برم، اینو به من میتونه نشون بده. راه‌های دینی که حالا در زمان ما و شایدم شما هزار راه باز شد و هزار نوع گمراهی وجود به وجود آمد، کاملا نشون میده که اینا این گمراهیه و این هدایت، اونجا نرو اینجا برو. یه همچی کاری قلب هدایت، ایمان قلب همچی کاری رو میتونه بکنه. خب اگه ایمان مبهم باشه چی؟ این کار درست ازش بر نمیاد. ایمان چه وقتی است؟ اینم بازم عرض کرده بودم، اول مثلا ما مؤمنیم به مناسبتی که پدر مؤمن بوده، مسلمان بوده، نمازخون بوده، خدا پیغمبر قبول داشته، مادرم نمازخون بوده، پیغمبر خدا و پیغمبر رو میشناخته، اینا ما یه همچی ایمانی که به ارث از پدر و مادر، از خانواده به ما رسیده است داشتیم. اگه از ما میپرسیدن ما مثلا خدا رو میشناختیم، مثلا یه کمی راه درست رو مثلا میدونستیم، اسلام میدونستیم، این مقدار خیلی اندک. خب این مقدار یه حد اقله که دائمانم در معرض خطره، این حد اقل ایمانی که آدم از پدر و مادر به ارث برده که در معرض خطره، اگر خدای نکرده یه مشکل سختی پیش بیاد، یه سوال سختی پیش بیاد و میمونه توش، که بازم هی مثال براتون عرض کردم، در معرض خطره. خب این ایمان کاملا کار خودش را نمیتواند بکند چون خیلی اندکه و ابتدایی است. خب ان الله خلق قلوب المؤمنین مبهمتن علی الایمان، این ممکن است کار بشه روش، این ایمان مبهم و ایمان اولیه، ایمان ابتدایی اولیه، این اگر روش کار بشه تبدیل می شود به چیز بعدی. اگر کار نشه خب همینجور میمونه، که خیلی از مردم هم همینجور هم. بلکه در طول زمان هم ذره ذره از همین ایمان اولیه شون کاسته میشه، ساییده میشه، ممکنه حتی نه به مشکل بر بخورن، نه به طور عادی، به طور طبیعی، چون رفتار و اعمال درست انجام نمیدن، اون اندک مبهم ایمانی اولیه هم ممکنه لطمه ببینه. اما اگر انسان کار بکنه وقت این بخش دوم میشه، فضا اراد استنارت مافیها، اگر خدا متعال خواست اراده فرمود که اون چراغ اندکی، چراغ کورسویی که در دل این روشنایی میدهد، خیلی اندک نورش، اینو خواست روشنش کنه. بعد میگن که
فتحها بالحکمه و زرعها بالعلم، که اینا رو حالا فعلا کار نداریم تا بعد برسیم. حدیث دوم بازم یه چیزی قریبه به اینه، حضرت صادق، اون حدیث حضرت صادق علیه السلام بود، این حدیث هم حضرت صادق علیه السلام است. میفهمن المؤمن و مؤمنان، مؤمن دو دسته داریم، فمؤمنون صدق به عهد الله و وفا به شرطشی، یه مؤمنی است که عهد خدا را تصدیق کرد. عهدی که هر کس با خدا داره، کجا عهد داره؟ آیه قرآن اگر سوره یاسین یادتون باشه، علم اعهد یا بنی آدم، علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوش انه لکم عدو مبین، یه همچی عهدی رو آدم داره. پس چیکار کنید؟ و ان اعبدونی، مرا بپرستید، شیطان را نپرستید. که اینجا پرستش به من اطاعته، از شیطان اطاعت نکنید، از من اطاعت کنید. یه همچه عهدی وجود داره، حالا کجا چجورشو کار نداره. اگر مثلا بگیم، میگیم که یه عصر، یه دوران میثاق داریم ما، دوران میثاق با خدای تبارک و تعالی، اون چیزی که ما بهش میگیم عالم زهر، که اسم دقیق ترش بگیم عالم میثاق. اونجا عالمیست که انسان با خدای خودش میثاق بسته است، میثاق بندگی. حالا اگر یه مؤمنی بود که و مؤمنون صدق الله به عهدی به عهد الله، و مؤمنون صدق به عهد الله، یه مؤمنی است که عهد خدا را عمل کرده، دقیق، اصلا عبادت شیطان نکرده، اصلا عبادت شیطان نکرده، همش عبادت خدا را کرده. چی بود؟ اطاعت شیطان رو اصلا نکرده. اطاعت شیطان رو نکرده یعنی چی؟ این اصلا گناه نکرده، گناه نکرده، همشو در اطاعت گذرونده. اگر اینجا باشه و وفا به شرطی، شرطی رو که با خدای تبارک تعالی بسته بوده وفا کرده از به شهر، به شرط خودش، به عهد خودش وفا کرده است با خدای تبارک تعالی، که منش چی بود عرض کردیم؟ یعنی بندگی. خب فذلک الذی لا تصیبه احوال الدنیا ولا احوال الاخره، این مؤمن هیچ یک از حولهای دنیا و هیچ یک از حولهای آخرت، حول یعنی چی؟ ترس ها، حالا سادش میگیم، هیچ یک از حولهای آخرت، هیچ یک از حولهای دنیا به اون نمیرسه. توی دنیا هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. خیلیه. تو دنیا اصلا مشکلی براش پیش نمیاد. نه مریض نمیشه، مریض میشه. نه مغروز نمیشه، میشه. نه اینکه به زندان نمیفته، ممکنه به زندان بیفته، حضرت موسی بن جعفر به زندان افته. نه کشته نمیشه، خب حضرت حسین رو میدانیم که به دست مثلا بدترین خلق روزگار کشته شد. اینا نیست، واقعیت در عمق جان او هیچ حادثه بدی اتفاق نمیفته، هیچ رنجی به دلش نمیرسه، همه چیز رو در نهایت رضایت و خوشی براش اتفاق میفته. حالا اگر بیفته، فذلک الذی لا تصیبه احوال الدنیا ولا احوال الاخره، فذلک ممن یشفع، این مؤمن مؤمنی است، کسی است که میتواند شفاعت کند به مقدار توانایی ایمانیش، میتواند شفاعت کند. در مورد قویس قرنی روایات متعدد دارن، اهل سنت دارن، شاید اهل شیعه دارن، که میفرماید مثلا پیامبر میفرماید یا مثلا بزرگان دیگه میفرماید که ایشان شفاعت میکند به اندازه قبیله مزر، ربیعه و مزر.
مجموعه عرب تقسیم شده است به ربیعه و مزر. یه نفر آدم بود، گوستانچران هم بود، هیچی نبود ظاهرم. بچه هم اذیتش میکردن، سنگ میزدن بهش، سنگ پاشو خونالود میکرد. رنجش این بود که این پای من خونالود میشه، نمازم به زحمت میفته. مثلا تو خونه رو بتونم پاک کنم، مثلا ممکنه یه فرض کنم یه مقدار نمازم دیر بشه. قصهش فقط همین بود. این شفاعت میکند در مورد تعداد جمعیتی به اندازه همه عرب. حالا هر کسی به اندازه ایمانش، به اندازه خدمتی که کرده است، فزاره که ممن یشفع ولا یشفع له ولا یشفع له، او به شفاعت احتیاج ندارد. شفاعت احتیاج نداره چون همه چیزش درسته. یه جایی من صحبت عرض میکردم برای یه مجموعه دوستانی همین عبارت، این که لزوم نداره شما براتون شفاعت بشه، لزوم نداره ما برامون شفاعت بشه. چرا؟ چون شفاعت برای گناهه. ها شما گناه نکنی خب شفاعت لازم نداری. یا پسری اومده بود که مثلا من فرض کن که خیلی مثلا عاشقم، علاقمندم که برای من شفاعت کنن. خب خیلی بده. شفاعت برای گناهان کبیره است. اگر کسی گناه کبیره نبرد به شفاعت محتاج نیست. اگر گناه کبیره نکند سقائری اگر اتفاق بیفته بخشیده میشه. سقائر بخشیده میشه. کبائر است که اگر بماند، اگر شما توبه نکنی، اگر حلش نکنی، اگر جبرانش نکنی، اون وقت ممکن است، ممکن است مشمول شفاعت بشه. خب این کس، این مؤمن احتیاج به شفاعت ندارد. یه وساطتی محمد و آل محمد دارن. اون همیشگیه. یه وساطتی دارن 14 مسئول، اون همیشگیه، برای همه هست. انبیا و اولیا هم مشمول اون وساطت هستن. اونها واسطه در مجموعه عالم هستند، همه عالم. فیض الهی به دست آنها میرسد و از آنها به همه عالم میرسد. اینو که بحث نداریم که این هیچ کس از تحت این شفاعت، از تحت این وساطت که حالا میشه لفظ شفاعت هم حتی به کار برد، از تحت این شفاعت و وساطت بیرون نیست. همه اون عبارتی که حالا مشهوره که شاید هم این حدیث نباشه، به وجودهی ثبتت الارض و السما، و مثلا چی اون عبارت دیگه چه؟ برکت روز قلورا، همه عالم از برکت اونها روزی میخورند. همه مثلا زمین اصلا به برکت اونها اهلش را فرو نمیبرد. این روایت فراوان داریم که جز اعتقادات ماست، اونو نمیخوایم بگیم. شفاعت مال گناهه، گناه هم گناه کبیره. اگه کسی گناه کبیره خدای نکرد داشته باشد، توبه نکرده باشد، پاکش نکرده باشد، از اینجا رفته برود با اون گناه، ممکنه، ممکنه مشمول شفاعت بشه، ممکنه مشمول شفاعت بشه. فذلک ممن یشفع ولا یشفع له، این مؤمن که مؤمن کامله، مؤمن کامل است، مؤمن کامل احتیاج به شفاعت ندارد، خودش شفاعت میکند. دسته دوم و مؤمنون که خامت زرع، یه مؤمنینی هم هستن مثل مثالشو توی چیز فرمودن، مثل شاخه های ریحان.
سبزی ریحون رو دیدین خیلی شاخه‌های نرمی داره، اگه بادی بوزد کاملا خم میشه. مؤمنون که آمد زر مثل شاخه های یک مثلا بوته خیلی مثلا نرمی. تعوج احیانا و تقوم احیانا، گاهی کج میشه گاهی راست هست. اون وقتی که تعوج احیانا، اون وقتی که خدای نکرده یه وقت خطای ازش سر میزنه، اون وقتی که درست رو پاش باشده، اون وقتی که درست داره وظایفش انجام میده، بندگیش رو درست انجام میده، اونا گاهی براشون پیش میاد خطا میکنن، گاهی درست هستن. و ذالکه ممن تصیبه احوال الدنیا و احوال الاخره. پس ببینید یه حرف اصلی قبلا هم حال این مکرر اینو عرض میکردیم، اگه شما گناه نکنی هیچ مشکلی برات پیش نمیاد. حالا رفتش عوض کنیم، اگه شما ظلم نکنی هیچ وقت هیچ مشکلی برات پیش نمیاد، نه تو دنیا نه در آخرت، نه در لحظه مرگ، نه در شب اول قبر، نه توی حساب، نه هیچ وقت. اگه مشکل پیش میاد مال کاریست که خودم کردم. و ذالک ممن تصیبه احوال الدنیا و احوال الاخره، این هم بلاهای دنیا براش هست هم بلاهای آخره. باز بستگی دارد به مقدار ایمانش، به مقدار درستی رفتارش. اگر خیلی اندک انجام میده، یه وقت خطا کرده، خیلی اندک خطا کرده، خب اندک براش پیش میاد مشکلات، اگر نه نه. البته شرطش این است که اون خطاهایی که آدم میکنه اصل ایمان آدم رو تخریب نکنه. اگه اصل ایمان آدم رو تخریب میکنه وقتش دیگه اصلا. و ذالک ممن یشفع له، این آدم چون با ایمان، فرضمون اینه با ایمان از دنیا میره، شفاعت براش هست. این شرطش اینه با ایمان آدم از دنیا بره، اگه با ایمان از دنیا بره شفاعت براش هست، اما خودش نمیتواند برای کسی شفاعت کنه. حالا مثلا دوستش در گرفتاری سختی، مثلا دارن میبرن به سوی جهنم، میخواد کاری بکنه نمیتونه کاری بکنه، اما اگر اون مؤمن بود میتوانست برای دوستش کاری بکنه، برای هزار نفر کاری بکنه. نمونه اویس قرن رو عرض کردیم که به اندازه خیلی حرفه، او شفاعت میکند برای کسانی به اندازه ربیعه و مضر، این همه عرب. مثلا امروز 500 میلیون عرب زبان داریم، از اون زمان تا به امروز یه جریان حاجه های حق شناس فرموده بودن، حالا نمیدونم کی بود و خیلی قدیمه به نظرم، فرمودن که من توی حجره نشسته بودم، مثلا در مدرسه فیضیه یا در دارالشفا توی حجره نشستم، یه دیدم خالم از در اومد، گفت الان من از دنیا رفتم و اویس برای من شفاعت کرده. و ذالک ممن یشفع له ولا یشفع له ولا یشفع، خودش شفاعت نمیکنه، برای شفاعت هست. یعنی می شود که اگر با ایمان رفته باشه از دنیا، اون خطاهاش ایمانش رو نگرفته باشد، که این خطر وجود دارد که اگه آدم خدای نکرده مداومت کند بر گناه، اگه خدای نکرده مداومت کند بر گناه، ممکن است به اصل ایمانش لطمه بخوره. آدم اگر یکی از اصولش را شک کنه، فقط شک ها دیگه به درد نمیخوره. خب حرفمون ناقص موند، وقتمون تمام شد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت في فنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله
آخر العهد من نیل زیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.